درود به همه دوستان، مخلص همگی رضام و اینجا ایران اسپورت و قسمت جدید ما اختصاص داره به کشتی بسیار تماشایی از رضا یزدانی. فینال جام تختی سال 1394 وزن 97 کیلوگرم رو میخوایم با هم ببینیم. این کشتی خیلی مبارزه جالبیه، مدت ها بود که میخواستم براتون پخش بکنم، هی فرصت نمیشد. البته برنامه امروز ما هم قرار بود چیز دیگه ای باشه، ضبطش هم کردیم، آماده هم کردیم، ولی تو پخش یعنی از نظر یوتیوب به مشکلی خورد که حالا باید درستش بکنیم و اینا. امیدوارم که بتونیم دو سه روز آینده پخشش بکنیم و به جاش گفتم که فرصت خوبیه که این کشتی رضا یزدانی رو با هم ببینیم. حریف رضا یزدانی هم در این مسابقه امیر محمدی از خراسان که از کشتیگیرهای خوب 97 کیلو ایران در اون زمان بود و اینجا هم به فینال جام تختی موفق شده که برسه. بریم سراغ گزارش کشتی. رضا یزدانی از جویبار رو با دوبنده قرمز میبینیم و امیر محمدی از خراسان رو با دوبنده آبی. دو کشتیگیر با هم خوشو بشی هم میکنن و اینجا با سوت داور رسد مبارزه آغاز میشه. دو کشتیگیر در سرشاخ رو سر و گردن همدیگه کار میکنن، جنگنده کار رو آغاز کردن. هر دو کشتیگیر به خوبی دارن رو سر و گردن همدیگه کار میکنن. هر دو کشتیگیر انگیزه زیادی برای برد دارن. حالا اینجا یه ضربه هم رضا یزدانی به صورت امیر محمدی وارد میکنه که میاد ازش دلجویی هم میکنه، مشکلی نیست و هر دو کشتیگیر ادامه میدن مبارزه رو. گفتم خیلی جنگنده کار رو آغاز کرد. اینجا میره برای زیرگیری رضا یزدانی، با زیر سر رو موفق میشه یک خم امیر محمدی رو در اختیار بگیره، تبدیل میکنه مچپا، مچپا رو بالا آورده و اینجا ببین چی شد. امیر محمدی و رئیس تشک و وقت نگهدار رو همه رو با هم شوت کرد بیرون. پلنگ نارام جویبار، بی خودی لقبش پلنگ نارام نیست، چی کار کرد تو این صحنه؟ یک خم رو بالا آورد، اینجا امیر محمدی رو از توشک بیرون کرد و چی شد؟ البته که رضا یزدانی هم یه جورایی میشه بگی هول نداد و امیر محمدی خودش میخواست پاشو در بیاره، یه جورایی خودش پرتاب شد. حالا اگر صحنه آهسته رو دوباره داشته باشیم بهتر میشه نظر داد که رضا یزدانی هل داد یا امیر محمدی خودش یه جورایی به سمت بیرون توشک پرتاب شد. ولی خلاصه صحنه جالبی بود. رئیس توشک و وقت نگهدار هم همراه امیر محمدی به پایین پرتاب شدن. حالا امیر محمدی برمیگرده، مشکلی هم نداره، یه معصومیت از ناحیه دست دارن براش پیش اومده که مشکلی نیست، برمیگرده با هم هم دست میدن دو کشتیگیر. حالا داور وسط به امیر محمدی اشاره میکنه که صبر کن، هنوز رئیس توشک اجازه نده. اصلا میز رئیس توشک و وقت نگهدار رو هنوز نچیدن. اینجا صحنه آهسته است، یک خم رو بالا آورد، تبدیل کرد به مچپا، آورد بالا و اینجا دیگه این هم میشه بگی رضا یزدانی یه فشاری آورد. چجوری هم پرت شد اینا؟ امیر محمدی کشتیگیر با آمادگی بدنی بالا که اتفاقی براش نیفتاد، از ارتفاع نسبتاً زیادی بود، با فشار زیادی پرت شد، ولی خدا رو شکر اتفاقی براش نیفتاد. و حالا اینجا هر دو کشتیگیر منتظر اجازه داور برای ادامه مبارزه هستن. چجوری چشتوشش هم دیگه بایستادن، داور یه لحظه اومد بسطشون، رفتن اون برای داور که چشتوچهشون رو ادامه بدن. دو کشتیگیر رو سر گردن همدیگه کار میکنن، جنگنده، باز هم جنگنده کار رو دارن ادامه میدن. حالا اینجا امیر محمدی میره برای اجرای لنگ، مایه لنگ رو یه لحظه نشون داد ولی رضا یزدانی بهش اجازه کار رو نمیده. حساب کار یک فرصت به سود رضا یزدانی. حالا اینجا یه لحظه رفت برای زیرگیری امیر محمدی که موفق نبود. دو کشتیگیر همچنان در سرشاخ رو سر و گردن همدیگه کار میکنن. حالا اینجا یه بار دیگه، حالا اینجا یک خم در اختیار میگیره رضا یزدانی ولی در آورد امیر محمدی به خوبی، لحظه برای لنگ نشون داد و تونست پای خودش رو از دست رضا یزدانی در بیاره. حالا اینجا یه بار دیگه هم داره مایه لنگ رو نشون میده امیر محمدی. حالا رضا یزدانی هم به دنبال این هست که امیر محمدی رو از توشک بیرون بکنه که اینجا موفق میشه
محمدی رو از توشک بیرون بکنه، یک امتیاز بگیره و حالا اینجا یه لحظه بعد از سوت داور داشتن دو کشتیگیر ادامه میدادن، یه کمی داره به سمت تنش پیش میره این مبارزه. حساب کار 2-0 به سود رضا یزدانی. تا این لحظه مبارزه جالبی رو شاهد بودیم. یه بار دیگه رضا یزدانی زده زیر کتف امیر محمدی، حالا سر و گردن محمدی رو در اختیار گرفته. یزدانی به دنبال این هست که قوس بکنه و پشت محمدی برسه که داور سوت میزنه و دو کشتیگیر رو از هم جدا میکنه. یه بار دیگه در سرشاخ رو سر و گردن هم دیگه کار میکنن. تا این لحظه رضا یزدانی بهتر مبارزه کرده، 2-0 هم جلو. حالا اینجا یه زیر چشم بسته از امیر محمدی که مجازاتش میکنه رضا یزدانی، یه کمش در اختیار گرفته و بیرون از توشک میبره این کشتیگیر رو. یک امتیاز دیگه برای رضا یزدانی. پلنگ جویبار رفت برای زیرگیری، ولی چه واکنش سریعی نشون داد رضا یزدانی در این صحنه. دو کشتیگیر یک بار دیگه در حالت سرشاخ رو سر و گردن هم دیگه کار میکنن. دیگه چیزی هم به پایان وقت اول این مبارزه باقی نمونده، فقط 30 ثانیه به پایان وقت اول داریم. در این تایم رضا یزدانی بهتر کشتی گرفت. البته طبیعی هم هست این مسابقات بر سال 94 یعنی 2013 میلادی، زمانی که رضا یزدانی قهرمان جهان بود. حالا اینجا یه بار دیگه میزنه زیر کتف امیر محمدی، باز هم محمدی مایه لنگ رو نشون میده. دیگه وقتی برای هیچ کدوم از دو کشتیگیر نیست و بله تایم به پایان میرسه. البته که من اشتباه کردم، اینجا گفتم که این مسابقه بر سال 2013 میلادی، بر سال 2014 میلادی، آخرای سال 2014، چون این مسابقات در دی 1394 برگزار میشده، آخرای سال 2014 بوده. اینجا صحنه ای بود که امیر محمدی از توشک پرتاب شد به بیرون و صحنه جالبی بود. اینم صحنه ای که امتیاز دومش رو رضا یزدانی موفق شد به دست بیاره. رضا یزدانی سال 2011 و 2013 قهرمان جهان شد. 2012 هم که این هم صحنه بود که یک کمی دو کشتیگیر نزدیک بود با هم درگیر بشن، این هم امتیاز سوم رضا یزدانی. 2012 المپیک لندن هم که ناکام بود رضا یزدانی، با این که عبدالسلام گادیسوف رو برد ولی نهایتا دستش به مدال نرسید. حالا اینجا در وقت دوم یه یورش جانانه از رضا یزدانی ولی به پا نمیرسه. دو کشتیگیر همچنان در سرشاخ رو سر و گردن هم دیگه کار میکنن. یه لحظه نشون میده برای زیرگیری محمدی، باز هم فقط نشون میده دیگه باید حمله بکنه. امیر محمدی 3 امتیاز عقب هست، باید بره برای زیرگیری، ولی پروپای فوق العاده قرص و محکمی داره این رضا یزدانی. حتی وقتی به پاش میرسیدن هم خاک کردنش کار بسیار مشکلی بود. اینجا یه بار دیگه میره برای زیرگیری که باز هم بهش اجازه کار رو نمیده رضا یزدانی. چه سرعتی داره در به عقب پرتاب کردن پاهای خودش. دو کشتیگیر همچنان در سرشاخ و سرگردن هم یه کار میکنه. اینجا لحظه مایه لنگ رو نشون میده محمدی، به دنبال اجرای لنگ هست، پا رو در مایه اجدربند میکنه. رضا یزدانی میخواد جلوگیری بکنه از امیر محمدی، از اجرای کار برای امیر محمدی، که داور دو کشتیگیر رو از هم جدا میکنه. یه تقاضای اخطار هم برای رضا یزدانی شد. حالا اینجا هم نکن داور سوت زده ولی دو کشتیگیر باز ول نمیکنن همدیگر، یه کمی مبارزه داره به سمت تنش پیش میره. 1:40 پایان وقت این مبارزه باقی مونده. دو کشتیگیر در سرشاخ رو سر گردن هم دیگه کار میکنن. رضا یزدانی دیگه داره آرومتر کشتی میگیره، احتیاجی نداره امتیاز بگیره. حالا اینجا یه بار دیگه میره برای زیرگیری و باز هم ناموفق نیست. هست رضا یزدانی موفق میشه به پشت امیر محمدی برسه، ولی به زیبایی رو میکنه. خود رضا یزدانی دستو کشید و رسید به پشت امیر محمدی، ولی امیر محمدی با زیبایی هرچه تمامتر موفق شد
به پشت رضا یزدانی برسه و رو بکنه. بله دو امتیاز برای امیر محمدی، اول یک امتیاز میشد دادن ولی دو امتیاز درست است، چون کاملا خاک کرد و فن از داخل تشک شروع شده بود. حساب کار 3-2 به سود رضا یزدانی. حالا اختلاف کم شد دیگه، رضا یزدانی اون حاشیه امنیت قبلی خودش رو نداره، یه بار دیگه میره برای زیرگیری، باز هم ناموفق هست و رضا یزدانی باز هم دورش میزنه. چه سرعتی داره این پلنگ جویبار، هر بار که محمدی رفت برای زیر، حالا اینجایی میره برای اجرای بارانداز که بارانداز رو هم اجرا میکنه. 2 امتیاز دیگه برای رضا یزدانی، 4 امتیاز در این صحنه به دست آورد. هر بار که محمدی رفت برای زیرگیری ناکام بوده، رضا یزدانی موفق شد دورش بزنه. حساب کار 7-2 به سوده رضا یزدانی از جویبار. فقط 40 ثانیه پایانه وقت قانونی این مبارزه باقی مونده و تماشاگرایی که به وجد اومدن از این مبارزه، هر دو کشتیگیر تماشایی مبارزه کردن، به خصوص رضا یزدانی که جانانه مبارزه کرده. امیر محمدی باید حمله بکنه یه بار دیگه، نشون میده رضا این بار دیگه به پا میرسه، بالاخره به پای رضا یزدانی رسید، یک خم رو در اختیار گرفته، میخواد تبدیل بکنه به مچ پا، تبدیل میکنه به مچ پا، مچ پا رو در اختیار داره، باید ببینیم میتونه بالا بیاره یا نه. و یه لحظه به پل برد رضا یزدانی رو. چند امتیاز میدن؟ باید ببینیم. 2 امتیاز میدن. بله 2 امتیاز داده شد. رضا یزدانی خوش شانس بود که در این صحنه 2 امتیاز، البته که اگه 4 امتیاز هم میدادن تفاوتی نمی کرد، وقت به پایان رسید. چون وقت به پایان رسید، اگر 4 امتیاز هم میدادن نهایتا نتیجه میشد 7-6. ولی جانانه مبارزه کرد امیر محمدی در برابر قهرمان جهان، اینجوری کشتی گرفت. حالا داور از دو کشتی میخواد با هم دست بدن، یه دست سردی با هم دیگه دادن. بله اصلا ظاهرن به مشکل خورده بودن با هم دیگه، یه کمی تنش وجود داشت. یعنی بعد از اون صحنه که امیر محمدی به بیرون از توشک پرتاب شد دیگه، حالا این دوتا با هم دست دادن ولی به قولی دلشون با هم صاف نبود، یه جوری منتظر بودن که با هم یه ضربه بزنن. آخرش هم دیدین که با هم دست ندادن، چون سطح تنش کلن توی این مبارزه بالا بود. اینم فینال مسابقات تختی سال 1394 بود، زمانی که جورای دوران اوج رضا یزدانی محسوب میشد و در ایران بیرقیب بود. عباس طهان بود، امیر محمدی هم بود، دیگرانی هم بودن، ولی ملی پوش اصلی در این وزن رضا یزدانی بود در اون سالها. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دن این برنامه لذت بردین، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید، حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.